سلام، تو این ویدیو میخوایم توابع آپر، لایر و پراپر رو شرح بدیم که ببینیم کاربردشون چی است. حالا این دلیل اینکه هر ستای این توابع رو یک جا داریم توضیح میدیم به خاطر شباهت عملکرد این توابع است. خب کار این توابع به طور کلی ایجاد تغییراتی در بزرگ و کوچیکی حروف انگلیسی هست. پس نتیجه میگیریم که فقط توی حروف انگلیسی یا لاتین کاربرد داره و برای حروف فارسی، عربی، ژاپنی مثل این کاربرد نداره و میاد حروف کوچیک و بزرگ رو یعنی به هم تبدیل میکنه. اولیش تابع آپر هست. این تابع میاد تمام حروف یک رشته متنی رو تبدیل به حروف بزرگ میکنه. الان ما میبینیم اینجا مثلا متن آیلتس رو ما داریم که تمام حروفش کوچک هست. با اعمال این تابع میتونیم تمام حروف این متن رو، این رشته متنی رو بزرگ کنیم که خب طبیعتاً برای جاهایی مثل این که یک کلمه در واقع مخفف یک متن یا یک جمله هست خیلی کاربرد داره، چون اصولاً مخفف ها رو ما تمامش رو به حروف بزرگ می نویسیم. اینجا تبدیلش میتونه برای ما کارهایی داشته باشه. بریم انجام بدیم تمرینشو. آپر، آدرس سلول آیلتسمون هست F3 و به همین راحتی تمام حروف آیلتس بزرگ شد که خب کاربردی تر هست الان. مورد بعدی تابع لایر هست. عملکرد این تابع دقیقاً برعکس تابع آپر هست، به این صورت که تمام حروف یک رشته متنی رو تبدیل به حروف کوچیک میکنه. به چه صورت؟ الان مثالش ما الان انجام میدیم. لایر و F4 میبینیم که تمامش کوچیک شد. خب برای رشته های متنی مثل این که آدرس یک سایت هست www.dioco.com ما اینجا طبیعتا میخوایم همه حروف کوچیک باشن، عرفش اینه برای نوشتن آدرس یک سایت. خب از این تابع لایر میتونیم استفاده بکنیم. مورد بعدی تابع پراپر هست که خیلی کاربردی تر از دو تابع قبلی هست، چرا که در واقع ترکیبی از دو تابع بالا هست. به چه صورت؟ این تابع میاد حروف اول کلمات رو به صورت بزرگ در میاره و بقیه حروف رو کوچک میکنه. خب این تابع برای اعمال بر نام و نام خانوادگی میتونه خیلی مفید باشه. الان مثالش رو حل میکنیم که قشنگ متوجه بشید. تابع پراپر F5 و میبینید که همه حروف غیر از حروف اول کوچک شد. اینجا با احمد مظفری فقط A از احمد و M از مظفری هست که بزرگ شده، بقیه رو کوچیک کرده. حالا ما معکوسش هم اینجا داریم، اینجا همه حروف کوچیکن، تو مورد قبلی همه حروف بزرگ بودن، اینجا همه حروف کوچیکن. برای اینم پراپر رو وقتی استفاده بکنیم همین اتفاق میفته، فرقی نمیکنه. الان برای نمونه پراپر F6 و میبینید که همون بازده رو داد، فرقی نمیکنه که حروف قبلی شما کوچیک بوده باشه بزرگ بوده باشه، میاد فقط حروف اول رو توی هر کلمه بزرگ میکنه بقیه رو کوچیک میکنه. خب این معیار برای اینکه حروف اول توی کلمه رو داخل یک جمله تشخیص بده چی هست؟ در واقع هر حرفی که بعد از یک فاصله باشه بزرگ میشه. خب اون فاصله صرفاً فقط اسپیس نیست، هر نوع جدا کننده مثل ویرگول، مثل خط تیره، مثل نقطه، هر حرفی بعد از اینا بیفته اون حرف به صورت بزرگ خروجی تابع به ما میده. حالا برای مثال ما اینجا داریم بیگ بنگ، بینش اسپیس نیست، فقط یه خط تیره است. اینو وارد تابع میکنیم ببینیم چه اتفاق میفته. پراپر F7 و همونطور که ملاحظه میکنیم میبینید که خب حرف اول که طبیعتا بزرگ شد، حرف اولی هم که بعد از اون خط تیره بود بزرگ شد، چون بعد از یک کاراکتر جدا کننده بود. حالا این مسئله میتونه یه جایی مشکل ساز بشه. مثلا ما توی انگلیسی اسی داریم به نام آپوستروف اس یا اس مالکیت. خب این اس هم به خاطر اینکه بعد از یک کوتیشن قرار میگیره بزرگ میشه. خب که ما توی انگلیسی این حرف این اس رو بزرگ نمی‌نویسیم، اس مالکیت رو. مشاهده بکنید الان توی تمرین پراپر F8 می‌بینید که این اس هم بزرگ شد. اینو باید توجه داشته باشید. مورد بعدی اعداد هست، یعنی حروفی که چسبیده به عدد هم باشن بزرگ میشن، چون عدد هم یک جور جدا کننده محسوب میشه. اینجا ما داریم 1992 آپریل که حروف کوچیک هست. تابع انجام میدیم روش، پراپر
F9. می‌بینیم که اون حرف اول که A بود توی آپریل بزرگ شد. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.